طالبان به مردمان 15 ولسوالی ولایت دایکنبی و میزگان که شامل 2800 تن از ساکنان غرقه ولایت بودند دستور دادند تا خانه‌ها و زمین‌ها خود تخلیه کنند. کوچ اجباری دیگر در قندهار و آزادگاه ملاومت رهبر طالبان اتفاق افتاد. آنها در حدود 3000 خانواده بودند که در منطقه فرقت کهنه حوزه اول شهر قندهار زندگی میکردند. مورد دیگر در هلمند اعلان شد. طالبان چهارصد خانواده را از ولسوالی نومیش ولایت هلمند مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. برخی از آنان مصروف به یک ماه می شود که با خانواده های خود در کوه‌ها به سر می برند. طالبان در یک اقدام دیگر اهالی شهرک ولیعهد ناحیه 5 شهر مزار شریف را نیز مجبور به کوچ اجباری کردند. گفته می شود در این شهرک نزدیک به 4000 خانواده زندگی می کردند. در همین حال گروه طالبان اخیراً از ساکنان روستاهای برغار و رزمی که در زمان حکومت پیشین شامل نیروهای امنیتی و یا خواهش‌های مردمی بودند خواستند که خونبه‌های جانباختگان نیروهای آنان را پرداخت کنند. خانواده‌های زیاده به علت تهیدستی و فقر مجبور به کوچ شدند تا از تهدیدها و مناظر آنها در امان بمانند. سازمان بیابانی حقوق بشر همچنان تاکید می‌کند کوچاندن اجباری بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل ممنوع گردیده است. اما این مقام طالبان را طرز ضمنی کوچ اجباری میگوید این امر در اختلافات محلی رشته دارد. بی‌جاشدگی و خشکسالی گسترده در کشور رخ می‌دهد. با گزارش دیدبان حقوق بشر 665,000 نفر در سال 2021 میلادی در کشور از زمان تسلط طالبان بی‌جا شده‌اند. میترا قطب مصطفی هزاران روزنامه نگار در مورد کوچ اجباری در برخی از مناطق افغانستان می‌گوید کوچ اجباری و کشتار دو واژه‌ای است که در رابطه با ازدواج در افغانستان تازگی ندارد، اما در شرایط فعلی سیاست کوچ اجباری بیشتر با چند دلیل میتواند اشاره بشه. دلیل اول او سیاست فشار بر دیگر گروههایی است که طالبان این اونها تعریف ندارد، احساس میکنند که این گروه ها برای اونها مشکل ایجاد میکنند و اینها در صدد او هستند که این گروه ها را از همدیگر بپاشانند تا به اصطلاح یک جمع نباشند. دلیل دومی است که خود گروه طالبان جریان های تندرهی وجود دارد که تحرکاتی میزنند که از وضعیت جنگ احساس راحتی بکنند، چون اونها واقعا اگر ببینیم اونا فکر میکنند که جنگ افغانستان را گرفتند و این به اصطلاح با هم و عقاید و شیوه زندگی که اونها دارن سازگار نیست. اما با این وضعی احساسی خطر احساس خطر برای اینکه طالبان میترسن از منابعی که اونجا مردم به صورت یک پارچه هستند و اونها مخالف هستند و میخواهند که با این ضرر اونها را از هم بپاشانند. جناب
رویدادهای جهانی حقوق بشر همچنین اعلام کرده بسیاری از افغانهای در معرض خطر در زمان کنونی در افغانستان مورد آزار و اذیت و لتوکوب جنگجویان طالبان قرار گرفتند. این نهاد جهانی گفته است از دولت‌ها خواستن که بالای رهبران طالبان فشار بیاورند تا بانده شهروندان افغانستان که خواهان ترک کشورشان هستند اجازه خروج بدهند. نیروگاه جهانی حقوق بشر در اعلامیه همچنین از سازمان ملل متحد و کشورهای میزبان و تنظیم افغان خواستن بر افزایش اسکان مجدد پناهندگان و ایجاد مسیرهای بهتر و راههای حل هم تمرکز کنند. در این اعلامیه آمده است که افغانها دلایل زیادی برای فرار و ترس از افغانستان دارند. شمالی از زنان افغانستان را به خانشنده 29 میزان با حضور در سازمان ملل خواستند کرسی افغانستان در این سازمان و طالبان داده نشود. انتونی گوتاروش در دیروکال سازمان ملل متحد میگوید حقوق زنان و دختران افغانستان در حال از دست رفتن است. In Afghanistan, girls and women are there in Afghanistan, زنان و دختران شاهدی از دست رفتن سریع حقوق هستند که در دهه‌های اخیر به دست آوردند، از جمله حق دسترسی به آموزش. ما باید با این عقبگرد مقابله کنیم و کمک کنیم همه زنان و دختران پیشرفت کنند. In Afghanistan, UN is saying that سازمان ملل در افغانستان خواهد ماند و تعامل خود با طالبان از حقوق زنان و دختران دفاع خواهد کرد. ما تا زمانی که همه دختران به مکتب بروند و همه زنان به مشارکت اجتماعی باز کردن از مبارزه دست نخواهیم کشید. و حال همراه میشیم با طارق فرهادی، کارشناس اقتصادی از ژنو. آقای فرهادی، سلام به شما.